دیر شد ولی یه راه حل پیدا کردم. اگه این مردا رو سوهان نکنی خیلی پر رو میشن و اگه به حال خودشون رها کنی پر رو تر میشن. برای همین به این بی فرما باید یه فرمی بدی. آفرین. ببین از تجربیات حیات استفاده کن. باید مشکلاتو سوهان بکشی. خیلی بیرحمی دختر. والا این دختر منو مثل یه توپ بازی داد. توی ماه 4 فصل رو تجربه کردم. 4 فصل. بازی ما خوبه رفی. زن جماعت تو 24 ساعت از نسیم به طوفان تبدیل میشه. ولی آقایون اینا همشون پرتابای بی‌ادبی هستن. اینا رو به حال خودشون رها کنی چی میشن؟ اوه بلند میشن. بعد میان میرن تو چشم خوده. برای همین نباید بذاری بلندشن. باید سری اضافهاشو چی 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 کوتاه کنی. نباید به یه نفر گیر بدی داداش. اگه قلب آدم هفت حالش میشه باید کاری کنی که حالیشه، وگرنه اون وقت همون باعث مرگت میشه. فهمی؟ ببینم موضوعی هست که من نمیدونم. تو بازی تو کن بچه. من چون بازی میکنم اونقدر خوشبختم. زندگی اونقدر مهم نیست که همه چی رو سخت بگیری. یه چیزی بگم، میشه در مورد حیات و زندگی حرف نزنی لطفا؟ زندگی منو داغون کرد، عمرم رو ازم گرفت. کار خوبی کردم، تازه کمم هست. ولی آخرش رای درستی پیدا کردی دوستم. اگه از کسی فرار کنی دنبالت میافته. اگه خدای نکرده نتونه بگیرتش چی؟ برای همین باید تو لحظه زندگی کنی، بقیهش دروغه. اینا نمیفهمن لحظه یعنی چی داداش. یا گذشته رو پیش میکشن تو سرمون میزنن یا در مورد آینده همش ما رو تهدید. منظورت اینه که میتونه انتقامم بگیره؟ نه بابا چه انتقامی، چه تعرضی. نه جنگین، با هم خوب باشین بچه. شروع نکردیم مگه نه؟ آره خودش خود. حالا که دارم ناز میکنم براش با ارزش شده. کاش میدیدین آقامون چجوری گوشاش از حرص سرخ شده بود. وقتی منو با ابراهیم دید از حسادت صورتش سبز شد. اینجوری والا من بهش اصلا رو نمیدم. یعنی ترجیح میدم اینجوری باشه. اگه بهش رو میدادم میگه چی میشد؟ الان بدبختم کرده بود، از دیوونگی سر به بیابون زدم. برای همین یا باید کنترل کنی این که کنترل بشه. انتخاب کن. انتخاب کن. براو. ببینم شما الان یه سرم از وجدان نداری؟ باشه خب ببینین درست اونا مردن، ولی اونم بچه یه پدر مادرن دیگه، مگه نه؟ به خدا من دلم برای کرم و مراد خیلی میسوزه. آخه خیلی گناه دارم بیچارا. به هر حال این عشق دوست داشتن خوشبختی و از این حرف هست، مگه نه؟ با سوهان و ناخونگیر و قیچی که نمیشه عاشق همدیگه شد. ای بابا اصلی تو چه میدونی آخه؟ تو چرا اینقدر حرف میزنی؟ مثل که یه رفته اونجا نشستی. دختر مردا مثل علف های سمی هن، فهمیدی چی میگم؟ نباید بذاری سرشون از خاک بیاد بیرون. اومدن بیرون قبل از اینکه بخوان روش کنن باید زود قطعشون کنی. من دیگه نیستم، نمیتونم، خیلی خسته شدم. منم دیگه نیستم. من متنفرم از این که بخوام تنهایی بازی کنم، برای همین به منم یه جا بدین. از اون طرف مسابقه تازه داره شروع میشه. آفرین، از این رویه خستگی ناپذیرت خوشم اومد. آره باید هم همینجوری باشی. چیزی تو این دنیا نیست که یه مرد بخواد و نتونه به دستش بیاره. چرا ما همیشه مجبوریم رقابت کنیم؟ منظورم ما مرد هست. این همیشه قانون طبیعت بوده. همیشه باید نر به ماده نشون بده که از همه قدرتمندتره. باید نشون بدی تا تو رو انتخاب کنه. از این لحاظ باید موافقم. به هر حال میخوام بهت اعتماد کنم. میخوام که ازشون محافظت کنی. برای همین همش امتحانت میکنم. خب
خب امتحان کنن مشکلی نداره، ولی امتحانم باید حدی داشته باشه. من به خاطر تو گفتم، برای اون گفتم. واقعا رفیق، تو سربازی یه سال راحت میگذره، 10 روز نمیگذره، دقیقا همون حالو دارم. این 24 ساعت نمیخواد بگذره، نمیگذره دیگه. آروم باش، اشکالی نداره، بازم تو خوشبین باش. مهم اینه که مجبور نیستی با بقیه رقابت کنی، تنها رقیبت خودتی. اینم میگذره آقایون، به نظر من اصلا نگران نباشی. اوه آقا کرم، امروز روز بزرگیه. آره داداش، از هیجان زیاد دارم میمیرم، از بس عرق کردم این سومین پیرهنه که عوض کردم. خیر باشه، تو اینجا چیکار میکنی؟ مجبورم، باید تو پارتی چوبا خانم شرکت کنم. اصلی هم میخواد با من بیاد، ولی ببینم خیلی عجیب نشدم؟ انگار میخوام برم پارتی دبیرستان. وای باجرم، انگاری مخه دختره رو خوب زدی. نه داداش، اصلی دختر خوبیه، یعنی با هم خیلی بهمون خوش میگذره. من یادم رفت گل بگیرم. چرا یادم رفت؟ به نظرت علف بکنم؟ یه این که باشت باشت. دارین اطرافتون رو با آتیش میکشین؟ خیلی ممنون، ولی فکر کنم یکم تب دارم. آخه شب فلفل خوردم، میتونه از اون باشه. ولی شما رو اصلا داری معلم رو آتیش میزنی آقا درو. این چرفی هستی کنم. بفرمایید، این گل مظلوم رو در مقابل زیباییتون بهتون تقدیم. آقا درو خیلی رومانتی. خانم خیلی خوشگل شدیم، همه قدرم خشن هستیم. برای امروز تمام شرایط آماده کردم که با کوچکترین اشتباه هم مجازاتم کنم. خیلی خوبه کرم، واقعا خیلی باشون. یه امتیاز دیگه هم گرفتیم، کارت خیلی خوب بود. جوون ها به امید دیدار. به امید دیدار. دروک من خیلی هیجان زدم، آخه اولین بار سوار ماشین روباز میشم. ولی یه مشکلی هست آسلی جون. چی شده؟ کرم کم زدم؟ لای دندونم چیزی مونده هم؟ نه مشکلی نیست، فقط ممکنه یکم تو رو ناراحت، چون